برنامه تلویزیون سراسری که در دورترین نقطه های ایران این برنامه رو میبینن، یک دو نفر رو نشون میدن با بسیار آدم های خوب قبل از هر چیز، دو نفر شاعر مسلک بیگناه رو نشون میدن یک طرف قضیه، یک طرف قضیه یه عده نظامی، و بعدم این دو نفر رو اعدام میکنن. ببینید آقای جوانمردی، ما اعدام سیاسی رو در ایران از زمان اعدام خسرو روزبه سال 1337 خسرو روزبه رو اعدام میکنن، ما اعدام نداریم تا اعدام دو تا شاعر مثل گل سرخی و کرامت دانشیان. چرا کسی فکر نمیکنه چرا اینا رو اعدام کردن؟ متن دفاعیات گل سرخی رو نگاه بکنید، این مرد عزیز 24 دقیقه حرف زده و همچنین کرامت دانشیان. چرا اینا در میارن فقط 3 دقیقه که آتشین ترین و پرشورترین و انقلاب ترین بخش های این دفاعیات هست از تلویزیون پخش شد؟ زمانی که در کاخ مرمر به شاه تیراندازی شد، هیچ کس رو اعدام نکردن. در بر پرونده‌ای که جز حرف خشک و خاری چیزی پشت سر این نبود، چرا دو نفر رو اعدام میکنن؟ دو نفری که هیچ ربطی اصلا به هم دیگه نداشتن. من در کتابم به عنوان به نام یک فنجان چای بی موقع رد پای یک انقلاب، من تمام این داستان رو به جزئیات گفتم. این طری بود آقای پر، من چون خود شرکت داشتم خودم تو این، آقا قرار داد به من بیان گفتن برو آقا یه اسلحه بده به این گروه که این گروه ما بشناسیم، یه پیکان رو بذار فلان جا این گروه رو ما شناسایی کنیم. خب من فکر کردم که بعد برو از تهران یه پیکان رو از یه کسی بگیر که میشناسی. خب برای من آقا اینقدر این گروه بی اهمیت و بی ارزش بود، آقا من فکر کردم مثلا پسر خالمه یا فلان دوستمه یا یه آدمی که میشناسم میاد یه پیکان به ما میدم، یا آقا این پیکانه برو بذار اونجا که خودت میدونی، اون کسی که میاد پیکانو میگیره حالا یا ما میگیریمش یا اینو شناساییش میکنیم. برای من در همین حد بود. راستی چرا سکتاب کردن؟ هستن کسانی که الان در خارج از کشورم میتونن واقعیت ها رو بگن، ولی از آنجایی که وقتی مطالعه میکنید در میابید هیچ رژیمی بدون همکاری دستگاه اطلاعاتی اون رژیم سقوط نمیکنه. هیچ رژیمی در دنیا، شوروی نمونه بارزش، KGB خودش پروسترویکای نوشت، خودش اجرا کرد با آندروپوف و آقای گورباچف پرونده کمونیسم رو بست. خیلی ساده. اتفاقا یک فیلمی هست ماجراجویان، هر کودتایی هر حرکت انقلابی در آمریکای لاتین اتفاق میفته، رئیس و اعضای معتبر دستگاه امنیتی با این یکی رژیم همکاری میکنن. حداقل حسین فردوس با خاطراتش که آقای عبدالله شهبازی توده‌ای اون رو به نصر آورده، بسیاری از مسائل رو بازگو میکنه، شاگرداش کیا بودن؟ همین آقای ربیع، که وزیر شده با آقای حجاریان، اینها بازجویی میکردن، اینها دوره میدیدن، از آقای فردوس یاد میگرفتن چگونه در آینده نزدیکی این رژیم را هم پیاده کنن. و دیدید خود حجاریان اینا کم عمل نکردن که رژیم رو بندازن در روند اصلاح طلب ها، هنوز هم انجام میدن. بنابراین فقط شما باید در دستگاه امنیتی نفوذ کنید و اطلاعاتی که بتونید یک رژیم رو بندازید. رژیم دستگاه اطلاعاتی شاه دستگاه اطلاعاتی نبود، متاسفانه پلیسی و امنیتی بود. اتفاقا کندومارانش رئیس دستگاه اطلاعاتی فرانسه همین نکته رو اشاره کرد، گفته اشکال سیستم شاه این بود پلیسی امنیتی عمل میکرد، اطلاعاتی عمل نمیکرد. چطور شما این جوانهایی که اکثرشون آدم های متفکری بودن، اکثرشون گرفتاری های اجتماعی خانوادگی داشتن یا پیشینه ها از خانواده ها که در احزاب چپ بودن، بله، چطور شما نتونستید اینها رو در واقع به خود به سوی خودتون جذب کنید؟ همه رو چریک کردید. این اشکال از شما بود. وقتی شما کتاب آقای سماکار رو میخونید بسیار جالبه، نکات بسیار ظریفی توش هست. اصلا اینها آدمای تروریست و چریک نبودن، اینا یک سری روشنفکرهای کافه نشین بودن. شما با اعدام همه رو چریک کردید، آخرش هم نتیجه شد دیدیم.
برای همینم من امروز میگم شما کردید که خمینی آمد به همراه همه. چرا؟ حالا اجازه بدید یک لحظه نگاه کنیم، برمیگردیم. به خاطر اینکه سماکار مینویسه هر وقت در این سلولا تنها میموندیم آهنگی میخوندیم، اکثرم آهنگهای آثار آقای شاملو رو، حتی شما شاملو رو هم از دست دادید. مثل یه خواب کتاب یه مرکون یه مرکون اون روز مردا تنها بودن، امروز مهدا در صحنه نیستن، اگر نه چنین رژیمی باقی نمیموند. ببینید در همون دورانی که فیلم های پازولینی و دیگران به عنوان فیلم های آوانگارد در همه سینما های معتبر به نمایش میذاشتن، یک فیلمی آمد به اسم کفشای قرمز ماهیگیر. آنتونی کوین بازی میکرد. یک کاردینال از بلوک شرق آمد واتیکان، گریخت و بعد زمانی که میخواستن پاپ جدید رو انتخاب کنن 7 بار رای گیری کردن و بعد قرعه به نام همین کاردینالی که از شرق آمده بود خورد و شد پاپ، اولین پاپ سلاو. 1967-68 چه کسی باور میکرد که 10 سال بعد پاپی بیاید و عنوان پاپ لهستانی رو یدک بکشه؟ چرا؟ میبینید؟ حتی پاپ لهستانی طبق اسنادی که هست 7 بار رای گیری شده تا تونسته سیری، کاردینال سیری ایتالیایی رو شکست بده و بشه پاپ. چرا پاپ لهستانی باید میومد؟ به خاطر اینکه پروژه بود. حالا ما غافل از دنیا بودیم، به قدری سرگرم بازی‌های خیابانی خودمون بودیم، متوجه نشدیم که در 1965-67 همین واتیکان یک جلسه گذاشت در کولومبیا در شهر مدلین که بعد شد مرکز دراگ دنیا. اسکوبار یادتونه کشته شد، رئیس بزرگترین دراگ دیلر دنیا، با میلیاردها ثروتش معلوم نشد چی شد، مثل ثروت‌های قذافی یادتونه. در اونجا 65-67 جلساتی شد و یک طرحی آوردن به عنوان طرح الهیات رهایی بخش، لیبریشن تئولوژی. یک کاردینال کولومبیایی گوتیرس آمد، مثل مارکس، مثل چگوارا مانیفست نوشت، کاردینال بود. بعد شما یک جهش دیدی در آمریکای لاتین، به جای گروه‌های چریکی مارکسیست یک گروه مارکسیست‌های مسیحی اومدن. اکثر کاردینال‌هایی که مثل رومئو سخنرانی می‌کردند از حق مردم و کلیسای مردم دفاع می‌کردند. اصلا بازی عوض شد. ما متوجه نشدیم وقتی که حسینی ارشادی آمد، آقای شریعتی آمد، چه خبر شد؟ چگونه ممکنه در یک سیستم دیکتاتوری اجازه بدن یک تئوریسین معتقد به اصطلاح عاشورای انقلابی سخنرانی کنه؟ چرا؟ چی شد؟ چه کسی تر رو به شاه داد؟ چه کسانی مجری بودن؟ خب اجازه بدید ما نظر نمیدیم، ما بعد نظرمونو میگیم. گوش کنید به آقای سید حسین نصر، مردی که تقریبا خودش یا متفکری که سنتگرایی رو تبلیغ میکرد. البته احسان نراقی هم خودش رو به آقای سید حسین نصر میچسبونه، نه چنین چیزی نبود، ایشون یه دیدگاه دیگه ای داشتن. گوش کنید آقای سید حسین نصر در ارتباط با حسین ارشاد و شریعتی چی میگن. 3 چیز مختلف رو باید صحبت کرده بشه. یکی جنبه های سیاسی زندگی شریعتی، طرفدارانش اینو یه جور تعبیر میکنن، مخالفانش یه جور تعبیر میکنن، ولی واقعیت امر اینه که
شریعتی رفت در مشهد شروع به درس دادن. تو جلال متینی که رئیس دانشگاه فردوسی بود خودش هم راجع به موضوع نوشته و چیز گفته. اون وقت سازمان امنیت پشتیبانی بسیار بسیار قوی از اون میکرد. بسیار قوی از اون میکرد. بسیار جنتی. به احتمال خیلی قوی به نحوه یا همکاری عضویت داشت، داره شکی نبود. منطقه اون میگه من کار میکردم برای پیشبرد اهداف انقلابی، یه دن میگه نخیر. اینجوری نبود. اون گفتم تعبیر دیگه به اون کار نداره فرم. حتی وقتی که ممنوع درس شد ولی میتونست که سازمان امنیت دستور داده بود که دانشگاه فردوسی حقوقشو بده، برام که آوردنش تهران مشاور وزیر علوم مونیسی بود، هیچ کار نمیکرد، حقوق خیلی خوب میگرفت. شریعتی؟ بله. از وزیر علوم حقوق میگرفت. همون وقتی که این حرفای تندو میزد. چند روز بعد یه جلسه تشکیل شد در وزارت دربار راجع به شریعتی و حسینی ارشاد. اون آقای ثابتی نامی که در سازمان امنیت بود، اون یه طرفداری عجیب و غریبی از شریعتی کرد و گفتش که اینه که چه کسی تر رو به شاخ روز بده. مهم اینه، اولا یادتون نره آقای شریعتی و آقای ابوالحسن بنی صدر یک استاد داشتن، جورج گروویچ، اسلام شناس بود، روسی تبار بود، مثل الکساندر کوجف آمده بود، اون شده بود هگلیست، این شده بود اسلام شناس و در واقع نظریات بسیار تندی داشت. اینها شاگرداش بودن. شما نگاه کنید یک خط نامرئی هم که خود آقای الکساندر دوماران شنبهش اشاره میکنه از تهران به پاریس بود، انقلاب شما از پاریس هم در واقع هدایت میشد، یادتون نره. اما هر آنچه بود این بود، عده‌ای به شاه به اصطلاح تحریم کرده بودن که اگر شما مارکسیست های اسلامی رو تقویت کنید به تدریج نفوذ کمونیسم کم خواهد شد، کاهش پیدا خواهد کرد و شما حکومت شما دوام پیدا خواهد کرد، در حالی که شاه هرگز ندونست که این بزرگترین دامی است که براش گسترده بودن. به نظر من هرگز شاه با دستگاه امنیتیش نزدیک نبود. شاه اینقدر سرگرم بازی‌های نظامیش بود، جت‌های F-16 18 نمیدونم هاورکرافت، تانک‌های چیفتن بخره و با این اسباب بازی‌ها در واقع قدرتی بسازه، هرگز نمیدونست که خود دستگاه امنیتیش خودشو کنترل میکنه و واقعا هم کنترل کرد. و واقعا هم یک روز ما شنیدیم همان فرهاد نازنینی که در کوچینی در واقع در برنامه‌های چطوری بگم در کوچینی آهنگ‌های غربی میخوان، ناگهان آهنگ محمد رو خوند. نگاه کنید چگونه جامعه رو تغییر دادن. برای رهایی از این لابیرانت تاریخ تنها راه رنسانس ایرانی است. آزی دریان نوشته روی سایت در محله امید، اما منو رنسانس زیباترین واژه‌ای است که ما شنیدیم. راه طولانی است، اونم رسیدن به رنسانس ایرانی. ما طی خواهیم کرد، بهش خواهیم رسید. آرتور ایرانی نوشته همیشه قدرت‌های جهانی یک جلسه برگزار می‌کنند، بعدش حوادث اتفاق میفته. حالا هم داعش رو بودن. هر آنچه میخواد انجام بشه. یک روز خواهید دید ایران تغییر کرد. ما اطمینان داریم، صداشو میشنویم، رد پاش و تمشو در خیابانها میشنویم. هیچ راهی نیست جز رنسانس ایرانی. I love you. اجازه بدید بازم تکرار کنم.
ما به زودی برنامه‌ای خواهیم داشت روی وال در محله امید در فیسبوک. ما سعی خواهیم کرد در یک فرصتی فقط صدا نوشتارهای بچه‌ها رو خواهیم گرفت، تحلیل‌ها، نظریاتشون رو، و در اون پاسخگویی خواهیم کرد با صدا نیم ساعت در هفته. همین. I love you. به شما رو دوست داریم. میگید انجام بدید، ما هم انجام میدیم، در حالی که سخت دشواره اما انجام میدیم.